سلام، وقت همگی به خیر باشه. قبل از اینکه جلسه امروز رو شروع کنیم، خواستم تشکر کنم از این همه کامنت های پر انرژی که برام میفرستین. امیدوارم با استفاده از این دو روز و ویدیوها بتونید به نمره‌ای که در رایتینگ میخواییم برسین. امروز هم در ادامه دروس بخش تست ریسپانس میخواییم به بررسی یکی دیگه از راهکارهای پیشنهادی من برای نوشتن و دیولوب کردن ایده ها در رایتینگ بپردازیم. معجزه‌ای به نام ایده پلاس وان. جلسه گذشته و ویدیوی گذشته در ارتباط با این صحبت کردیم که رایتینگ هایی که ما در امتحان آیلتس میخواییم به صورت دیداکتیو نوشته میشه، یعنی برخلاف آنچه که ما شرقی ها به شادت داریم، ابتدا ما پاراگراف ها یا ایده هامون رو باید با یک ایده کلی، با یک تم کلی، با یک تاپیک سنتنس شروع بکنیم و بعد از اون با توضیح و مثال ها سعی کنیم که اون ایده رو دیولوب بکنیم. اینجا میخوام که برای رسیدن به یک تاسک ریسپانس مناسب و برای اینکه راحت تر بتونیم رایتینگ هامون رو دیولوب بکنیم، با یک مفهوم جدید دیگه شما رو آشنا بکنم. یک راهکاری که البته توصیه خودم هست و پیشنهادی خودم، ولی بسیار زیاد میتونه بهتون در نوشتن رایتینگ ها کمک بکنه. این رو اسمش رو من گذاشتم ایده پلاس وان. این به چه معنیه؟ اگر یادتون باشه ما قرار شد که رایتینگ های دیداکتیو رو به صورت یک مثلث رو به پایین در نظر بگیریم، یعنی اینکه با یک ایده کلیتر و بزرگتر شروع بکنیم و همینطور یواش یواش به ایده های کوچیکتر و جزئیتر بپردازیم. کاری که هم بتونه کوهرنس و کوهیژنمون رو درست بکنه و همین که روند و فلو و یا اون جریان منطقی تو رایتینگمون رو درست بکنه، این هستش که ما یه لینیاریتی داشته باشیم، یعنی اینکه از یک ایده شروع بکنیم، جمله بعدی همین ایده رو من بنویسم ولی حالا با یک شکل و شمایل دیگه به صورت پرافریز شده، ولی یک چیز جدید بهش اضافه کنم، جمله بعدی دوباره یک چیز جدید بهش اضافه کنم. یعنی برخلاف اون چیزی که ما توی رایتینگ های معمولا خودمون توی ایرانی ها توی نوشته هامون مینویسیم، ما سعی میکنیم که جمله هامون یه قسمتی از اون اینترپریتیشن یا تفسیرمون رو بذاریم به عهده خواننده. یعنی مثلا شما یک مثالی مینویسین که کاملا با جمله قبلتون جدا هستش، ولی اتفاقی که میافته اینه که در پی این جدا بودن هم یه تفسیری میشه این دوتا جمله رو به هم چسبوندش. یعنی که ما خیلی از اون چیزهایی که قرار نوشته بشه رو توی رایتینگمون حذف میکنیم و میذاریم که خودمون خواننده تفسیر بکنه و سعی کنه که اینها رو به هم ربط بده. اما تو نوشته های وسترن این اتفاق نمیافته، یعنی اینکه ما همه جمله هایی که نوشته میشه رو سعی میکنیم که دقیقاً یک شمایی از جمله قبل رو توی اون جمله قرار بدیم و تو جمله بعدی هم دقیقاً این کار رو انجام بدیم. حالا این اتفاقی که میافته اینه که ما سعی میکنیم با رفرنسینگ، با سابستیتیوشن، با پارافریزینگ یه جوری جمله قبل رو تو جمله جدید جا بدیم که دقیقاً اون حس تکرار رو نداشته باشه. اگه یادتون باشه تو چند درس قبل در مورد کوهرنس و کوهیژن، در مورد تیماتیک پروگرشن با هم صحبت کردیم. از اون خیلی میتونیم اینجا استفاده بکنیم. مثلا از اون دو تا مدل اول و دوم که مدل زیگزاگی و یا اون مدل ریتریشن بود، یعنی مدلی که ما تا تم رو تکرار میکردیم و اون ریم هامون یا نیو اینفورمیشن هامون جدید بود. حالا یه نگاهی میخوایم بندازیم ببینیم که چطور میشه از اینها، از این مدل ایده پلاس وان توی رایتینگمون استفاده بکنیم بدون اینکه خیلی هم ایده زیادی نخواهیم از خودمون خرج بکنیم. این موضوعی که حتما یادتون هست، قبلا هم در ارتباط با این موضوع ما اینتروداکشن و یا یه قسمت‌های از رایتینگ رو دیولوب کرده بودیم، این که توریست‌ها امروزه دارن بیشتر به مناطقی که شرایط زندگی توشون سخت هست مثل سهارا دزرت و آنتارکتیک مسافرت میکنن. بعد سوال این بود که مزایا و معایب این مسافرت‌ها برای توریست‌ها چیه؟ من اینجا البته قرار نیست یه رایتینگ کامل رو دیولوب بکنم، فقط کاری که میخوام انجام بدم اینه که توی این رایتینگ من قرار دو تا ایده رو بهش فکر بکنم و اونها رو دیولوب بکنم. حالا مدل‌های نوشتن رایتینگ رو بلدین، میدونین که احتمالاً برای یک رایتینگ اینطوری من به 4 تا ایده نیاز دارم، 2 تا ایده برای طرف مثبت و 2 تا ایده برای طرف منفی، که با استفاده از این میتونیم یک رایتینگ کامل رو بنویسیم. اما اینجا من میخوام که برای اینکه بحثمون یه مقدار کوتاه‌تر بشه، کاری که میخوام انجام بدین این هستش که روی یک جنبه مثبت و یک جنبه
منفی بیاین فکر کنیم. بچه‌ها مشکلی که معمولا تو رایتینگ های آیه استارن این هستش که سعی میکنن به کلیت فکر کنن یا به جزئیات فکر کنن یا اینکه همه اون چیزی که قرار نوشته بشه رو بهش فکر کنن، اما ما این کار رو توی رایتینگمون نخواهیم کرد. کاری که میکنیم دو تا چیزه، حالا مثلا اینجا فرض کنید من یه خوبی یک بدی میخوام بگم، یه چیز مثبت و یه چیز منفی رو میخوام بگم، میخوایم که یه کاری که انجام میدیم اینه که به اولین چیز یا اولین ایده، حتی کوچکترین ایده‌ای که به ذهنم میاد فکر بکنم و اون رو بنویسم. مثلا برای جنبه مثبتش چیزی که به ذهن من میاد اینه که باعث میشه این افراد صبور بشن، یا مثلا چیز بعدی که به ذهنم میاد در ارتباط با اون، یعنی جنبه منفیش این هستش که میتونه برای امنیت این افراد خطرناک باشه. همین دو تا ایده رو اگر در نظر بگیریم، دو تا ایده ای که اولین چیزهایی که به ذهن اومد، ما میخوایم یه رایتینگ کامل رو بتونیم با این ایده ها بنویسیم و راهکارش هم همین توصیه و پیشنهاد بنده بود که اسمشو گذاشتیم Idea Plus One. بریم ببینیم که چطور میتونیم این ایده ها رو توی رایتینگمون دیولپ بکنیم. خب بریم سراغ اولین ایده، اینکه قرار بود راجع به خوبیش اینطور بنویسیم که باعث میشه صبور بشن. همونطور که گفتیم ما توی این هرمی که قرار بنویسیم قراره که یا یه چیزی بهش اضافه بکنیم یا اینکه یعنی یه قسمتی از این هرم، این هرمی که قراره سه تا قسمت داشته باشه، کلیت، توضیح و مثال، من قرار باشه این رو اگر جا بدم به این فکر میکنم که آیا من کجای این هرم میتونم این رو جا بدم، آیا من میتونم اینو قسمت بالا بذارمش و بعد توی جمله های بعدی دو تا چیز بهش اضافه کنم، یعنی یک چیز بهش اضافه کنم که بشه وسط هرم و یک چیز دیگه بهش اضافه کنم که بشه انتهای هرم، یا اینکه نه مثلا اینو وسط قرار بدم، یا اینکه نه انتها قرارش بدم، یه چیزایی بهش اضافه کنم. اینو بعد بهش خیلی فکر بکنی. بعد خیلی هم ساده است، مثلا الان در ارتباط با همین صبوریه چیزی که به نظر من میاد این هستش که این جزئی ترین چیزیه که میشه توی پاراگراف نوشت، یعنی یک مثال میتونه باشه. یه پله میرم بالاتر، یعنی فرض میکنم که این آیدیا پلاس وان پلاس وان هستش، حالا میخوام یه چیز ازش کم بکنم یا یه ذره کلی تر بهش نگاه بکنم، میتونه یه همچین ایده‌ای باشه که باعث میشه صفتهای خوبی رو توی این آدما به وجود بیاره. حالا یه پله باز میرم بالاتر، میرسم به این، وقتی به این سفرها میرم باعث میشه با مشکلات زیادی روبرو بشن. یعنی در حقیقت من به این فکر میکنم که من اون ایده‌ای که به ذهنم رسیده کجای این هرم هست، یا بهش چیزایی اضافه میکنم که هرمو تکمیل کنم، یا یه چیزایی ازش کم میکنم و به سمت بالا میرم، یعنی به اون کلیته میرسم. در ارتباط با اون یکی دقیقاً برعکس این داستانه، من میگم که خطرناک برای امنیت توریستا، خب این فکر میکنم که کلیتی که میتونم بعداً بهش چیزهایی رو اضافه بکنم، پس میذارمش بالای هرم، حالا بهش اضافه میکنم. این مناطق معمولا زیستگاه حیوانات وحشی هن و باعث میشن که ما در معرض آسیب‌های فیزیکی قرار بگیریم. حالا یه قسمت دیگه هم دوباره بهش اضافه میکنم، آیدیا پلاس وان، این که این مناطق چون زیستگاه حیوانات وحشی هستن، مثلا یه حیوانی مثل چیتا رو مثال میزنم برش. ببینید من دقیقا تو هر پاراگراف دقیقا اون چیزی که توی جمله قبل گفتم رو تکرارش میکنم، فقط یه چیزی بهش اضافه میکنم. اما یه نکته بسیار مهمی که وجود داره اینه که من اولین چیزی که به ذهنم میاد رو ببینم کجای این هرم قرار داره. دو تا نکته پس تو ذهنم داشته باشم، اولا این که هر ایده‌ای که به ذهنم میاد اول فکر کنم که کجای این هرم هست و بر اساس اون ایده هام رو دیولپ میکنم، یعنی به سمت بالاتر میرم یا به سمت جزتر و پایینتر. این یه نکته. یه نکته دیگه هم این که باز به اون لینیریتی دقت بکنیم، به اون خطی بودن رایتینگ های وسترن خیلی دقت بکنیم. ما قرار نیست که جملاتی که مینویسیم کاملا از همدیگه جدا باشن، ما هر جمله‌ای که مینویسیم دقیقا باید یه قسمتی از جمله قبل رو تو خودش داشته باشه و یه چیز دیگه ای هم تو جمله های بعدی بهش اضافه بکنیم. الان مثلا تو قسمت سمت چپ اگر نگاه بکنین، من اگر قرار باشه رایتینگ رو بنویسم اینجوری قراره بنویسمش، می‌نویسم که وقتی به این سفر رو میرن باعث میشه با مشکلات زیادی روبرو بشن. وقتی که مشکلات زیاد میشه سعی میکنن با این مشکلات روبرو بشن که این باعث میشه یه سری صفتهایی رو تو این آدما به وجود میاره. مثلا وقتی که به این مسافرت ها میرن و سعی میکنن به این مشکلات غلبه بکنن، یه سری صفتهایی مثل صبوری و یا پیشنت بودن رو تو این آدم ها به وجود میاره که تو زندگیشون خیلی به دردش میخوره. ببینید من دقیقا هر جمله‌ای که میخوام بنویسم همون جملات بارا رو دوباره تکرارش میکنم. حالا اینکه چطور این کار رو انجام میدیم، ما موکولش میکنیم به
رایتینگ ها بعدی. اگه یادتون باشه ما در ابتدا هم بحث کردیم ما دو تا بخش خیلی مهم داریم، یه قسمت گرامر که بسیار زیاد فکر می‌کنم کمکتون خواهد کرد، تمام استراکچر های مفیدی که توی رایتینگ هست رو بهتون آموزش میدم و همینطور بهتون آموزش خواهم داد که چطور کجای رایتینگ اینا رو جانمایی کنین، کجا قرارشون بدین. و یه فصل خیلی مهمی هم راجع به پارافریزینگ داریم که چطور از این پارافریزینگ استفاده بکنیم که رایتینگمون به نظر تکراری نرسه و یه جوری هم که خیلی هم دانش وکب بالا نخواد. فعلا پس ما کوهرنت اند کوهیژن رو تموم کردیم، تیماتیک پروگرشن رو می‌دیم، داستانش چیه. اینجا هم که یاد گرفتیم چطور بتونیم یک ایده رو از یک ایده خیلی کوچیک خیلی ساده با استفاده از این ایده پلاس 1 بتونیم بسازیم. حالا همون هرمی که ساختیم رو من میام جملاتش رو دونه دونه مینویسم. فقط من اینجا برای اینکه خب یه ذره جنبه آموزشی هم داشته باشه، رایتینگ که نوشتم رایتینگ سنگینی از نظر لغت و از نظر استراکچری که حالا سعی میکنم توضیح بدم. و این نکته هم این که چون اینا قراره که یک پاراگراف رو مثلا تشکیل بدن، قراره که ما اینها رو به هم بچسبونیم. حالا من جدا جدا نوشتم جملات رو فقط به خاطر اینکه می‌خواستم اون ساپورتر رو جدا جدا بهتون آموزش بدم. اگه نه شما اینها رو باید توی یک پاراگراف به هم بچسبونید و این دیگه سر خط نرید. برای اولین چیزی که قرار بنویسیم، to begin with, learning to deal with a hostile climate or difficult circumstances enables these people to be prepared for facing demanding situations in real life. اولین جمله این هستش که با یادگیری اینکه چطور در این شرایط سخت و یا این آب و هوای سخت خودشون رو وقف بدن، باعث میشه که این افراد بتونن قدرت این رو داشته باشن که برای غلبه به مشکلاتشون در زندگی واقعی آماده بشن. دقیقا اون جمله اول، اون ایده اولیه رو من آمدم نوشتمش. در مورد استراکچر، در مورد لغت ها حتما توی بخش های بعدی با هم بحث میکنیم. خیلی نگران اون داستان نباشین، چون میدونم احتمالا الان درگیر این میشین که این رایتینگ خب خیلی سنگینه، ما شاید نتونیم برسیم. من الان با خود رایتینگ کار دارم، یعنی بیشتر اون مدل نوشتن رایتینگ دیولپ کردنش رو می‌خوایم بحث بکنیم. جمله بعدی میرم از همون بالایی استفاده می‌کنم، میگم simply put، اگر بخوام توضیح بیشتر بدم، they laid the groundwork for the emergence of many valuable attributes that can help individuals rise to a challenge. میگم این همه این چیزهایی که داریم میگیم، they laid the groundwork، میتونه پایه‌ریزی بکنه برای به وجود اومدن valuable attributes، صفات‌های خیلی ارزشمندی توی زندگی انسان that can help individuals rise to a challenge، که میتونه به افراد کمک بکنه در مقابل مشکلات روبرو بشن و موفق بشن. بعد میرم سراغ مثال. For example, the more one travels to these challenging attractions، هرچی یک نفر بیشتر به این مناطق به این جاذبه های چالش برانگیز مسافرت بکنه، the more patient and calm they are bound to appear in face of crisis such as financial problems. اونها احتمالاً در مقابل بحران هایی مثل مشکلات مالی میتونن از خودشون شکیبایی بیشتری رو نشون بدن. اون are bound to بعدن در موردش بحث خواهیم کرد، جایگزینی به جای will هستش. تو جلسه بعد یه مقدار بیشتر راجبش با هم بحث خواهیم کرد. پس میبینین که من با یک ساختار خیلی ساده ذهنی چطور تونستم یک رایتینگ خیلی خوب رو به این صورت دیولپ بکنم. و همونطور که من یه خواهش ازتون دارم، در مورد تیماتیک پروگرشن ها با هم بحث کردیم، یه نگاهی بندازین، خودتون کشف بکنین، یه تحلیلی بکنین که چطور هر کدوم از این تم ها تونسته به عنوان نیو اینفورمیشن جمله بعدی استفاده بشه، برای اینکه یک رایتینگ کاملا مرتبط به هم و با کوهرنس اند کوهیژن خیلی بالا ما بتونیم بنویسیم. در مورد این پاراگراف هم دقیقا همون داستان رو داریم. The most serious drawback is concerned with the visitor's safety. اول با این شروع میکنم بعد میام ادامه میدم. That is to say, because these areas are habitat for countless species, they are normally full of wild animals who may prey on humans. دوباره از این استفاده میکنم. Idea plus one. Considering that the chief aim of these adventurous tourists is to visit natural habitats of certain animals from up close, they are prone to physical injury. دقیقاً دوباره از جمله بعدی هم استفاده میکنم. A good illustration of this is visiting cheetahs, which are incredibly fast and can outrun any other living creature in the world. همینطور که میبینین من دوباره از این ایده پلاس وان استفاده کردم که اون هرمی که ساخته بودم رو خیلی راحت بتونم به یک پاراگراف، به یک ایده کاملا دیولپ شده تبدیلش بکنم.
و به عنوان تمرین این جلسه دو تا تاپیک بهتون دادم. خواهشی که ازتون دارم اینه که برای هر کدوم از این تاپیک ها به یک ایده مثبت و یک ایده منفی فکر بکنین و سعی بکنین که اون هرم رو کامل بکنین و بر اساس اون هرم و با دو تا نکته خیلی مهمی که یاد گرفتیم، یکی اون thematic progressionه و یکی هم idea plasmanی که این جلسه یاد گرفتیم، سعی بکنین که یک رایتینگ خیلی کامل به من تحویل بدین. رایتینگ منظورم یک پاراگراف کامله، یک پاراگراف برای ادوانتیج و یک پاراگراف هم برای دیسادوانتیج. این خیلی مهمه که هر کدوم از اینها کاملا دیولپ شده باشن و تمام اون نکاتی که گفتم رو سعی کنین که توی رایتینگ هاتون بهش برسین. یه نکته که خیلی مهمه اینه که ما هنوزم در مورد وکب و استراکچر، در مورد لکسیکال ریسورس و گرامر صحبتی نکردیم، یعنی خیلی خودتون رو اذیت برای داستان نکنین. پارافریزا و اون داستانای گرامر استراکچر ها رو در موردش توی بخش‌های بعدی صحبت خواهیم کرد، ولی بعدم نیست. اگر که دوست دارین در مورد هر کدوم از این موضوعات میتونین یک سرچ ساده بکنین، ایده های مختلف در موردشون پیدا کنین، لغت های مختلف استفاده بکنین، یه رایتینگ خوب بهم تحویل بدین و من بچه‌ای که پلاس هستن این رایتینگ ها رو میتونن برام بفرستن و من تصحیح بکنم بهشون برمیگردم. ولی یادتون باشه تمرکزی که ما توی این دو سشن دو تا بخش داشتیم، یکی در مورد تاسک ریسپانس بود و یکی هم کوهرنس و کوهیژن، این دو تا رو سعی کنین که خیلی راجع بهشون فکر بکنین و بهش برسین.